سلام و درود به شما دوستای خوبم. علی وزیری به صلح هستم با قسمت دوم دوره مقدماتی رایگان فتوشاپ. امیدوارم که قسمت اول دیده باشید، کیفم کرده باشید و برای دوستاتون ارسال کرده باشید، مخصوصا اونایی که فتوشاپ دوست دارن. تو قسمت اول چی یاد گرفتیم؟ قسمت اول یاد گرفتیم که محیط و محیط فتوشاپ آشنا شدیم، با منو، آپشن بار، جعبه ابزار و پنل ها، سه روش باز کردن عکس در فتوشاپ و دو فرمت مهم عکس به نام جی پی جی و پی ان جی. تو این قسمت میخوایم چی یاد بگیریم؟ باز کردن سند برای پست اینستا، خب به صورت پست مربعی اینستا. خب شروع میکنیم، من اینو ببندم. خب برای باز کردن سند ما به فایل میریم، قسمت نیو رو کلیک میکنیم، یک پنجره نیو برای ما باز میشه. خب این پنجره نیو تو قسمت نیم نام سندمون رو می‌نویسیم، اینستا پست دیگه، یه پست می‌خواد بسازیم. بسیار عالی. خب اینجا اسمش رو نوشتیم، اینستا پست. خب تو این قسمت وایت یعنی عرض، کلا هایت هم ارتفاع. خب من به صورت پیش فرض اینو می‌ذارم متوجه بشید. خب این قسمت نوشته وایت 7 نوشته شده مقابلش اینچ. این همیشه به خاطر داشته باشید که اگه برای فضای مجازی و مانیتورهای الکترونیکی دارین ابعادی رو می‌سازید، حتما دقت کنید که این پارامترش چیه. پارامتر همین مقابل این عرض و طول قرار گرفته در این قسمت. مثلا من در مقابل عرض اینچ نوشته شده، ما پیکسل نیاز داریم. بسیار عالی. خب برای پست این حساب صورت مربعی به چه صورته؟ می‌نویسیم 1080، پایینی هم که به صورت ارتفاع هستش هایت، اون هم می‌نویسیم 1080. دقت می‌کنید که پیکسل هستش؟ بله. ریزولوشن که وضوحیته، حالا زیاد تفاوتی نمی‌کنه، 72 یا 300 پیکسل در اینچ. RGB که بله مهمه RGB باشه، کلاً کد رنگ، مود رنگ کلاً فضای مجازیه و 8 بیت. اینا دست نمی‌زنیم. خب اینجا هم بک‌گرانده و سفید و اوکی اوکی بزنیم. بله الان ما یک کلن بومی رو ساختیم، یک سندی رو ساختیم برای پست اینستامون که میتونیم روش هر طراحی کاور بسازیم، متن بنویسیم و پست ایجاد بکنیم. بسیار عالی. من سند رو میبندم که بریم به مرحله بعدمون. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد قسمت اول یاد گرفتیم که عکس رو به فتوشاپ وارد کنیم به چند روش، به سه روش. حالا الان میخوایم بستن اونها رو یاد بگیریم. بستن مثلا عکس، ما فایل عکس وارد فتوشاپ کردیم، میخوایم ببندیمشون. خب ما اول عکس رو وارد میکنیم. چند عکس رو من وارد میکنم به صورت گلچین، کنترل نگه میدارم. در قسمت اول بهتون گفتم این فتوشاپ عکس همون رو به صورت مرتبی برگ بر میذاره. این قسمت بالا میبینیم تو این قسمت یه زبدری داره که اول آشنا شدیم که با ضرب در اینا رو ببندیم. ولی خب ما روش های دیگه ای داریم برای بستنشون. خب میتونیم برای بستن این عکس چی کار بکنیم؟ روش اول چیه که خیلی مهمه؟ به فایل میریم، گزینه کلوز. این روش رو یاد گرفتیم. چی بود؟ فایل، کلوز. دوباره فایل، کلوز. خب این عکس ها رو تکی تکی ما بستیم. کلید میانبرش چیه؟ ما دوباره میاریم عکس ها رو، یه دونه عکس براتون میارم. اوپن کلید میانبرش کنترل W، یادتون نره. خب چی بود؟ یک بار دیگه تکرار میکنیم. فایل، من اول عکس وارد بکنم، حواستون باشه. بسیار خب اولین روشش چی بود؟ فایل کلوز بود. کلوز، کلید میانبرش هم کنترل W. بسیار عالی. خب حالا روش دیگه ای داره بستن عکس به صورت دست جمعی. مثلا ما یه اولوش 5 تا عکس و فایل داریم، میخواییم ببندیمشون. تو به صورت پیش فرض مثلا من یه چند تا عکس باز کردم. چیه به صورت بستن عکس به صورت دست جمعی همه رو چیه؟ میریم به فایل، گزینه کلوز آل، این گزینه رو کلیک بکنیم، تمام عکسامون رو می‌بنده. خب من یه بار دیگه عکس‌ها رو وارد می‌کنم، می‌خوام به صورت دسته جمعی همه رو ببندم.
این دفعه با چی؟ با کلید میون بر Alt Control W تمام، همه عکسامونو بست. خب این حالا میخوایم بریم سر وقت ابزار، ابزار یک ابزار خوب آشنا بشیم، ابزار موف تولز که این قسمت هستش. من برای اینکه بخوایم با ابزار کار بکنیم باید یک عکس یک سندی توی فتوشاپ باز باشه. بسیار عالی، من یک کنترل او میزنم، یک بسیار پیشفرض بخوایم با اون ابزار آشنا بشیم. بسیار عالی، اوپن میکنیم. خب شما فکر، خب بسیار عالی، الان سندمون برام باز شد، سه تا دایره داریم، قرمز سبز. بسیار با ابزاری میخوایم آشنا بشیم به نام موو تولز، یعنی ابزار حرکت. خب کجا هستش؟ کلید میانبر این ابزار کلید وی انگلیسی هستش در صفحه کلید. خب وقتی کلیک بکنیم این ابزار رو برامون انتخاب میکنه. ما یه توضیح بدم، خب این ابزار گفتم بهتون در فتوشاپ لایه ها رو براتون جابجا میکنه. خب در وهله اول شما بخواید لایه ای رو جابجا کنید باید انتخابش بکنید. گزینه در آپشن بار موقعی که ما موو تولز انتخاب کردیم، در آپشن بار گزینه‌ای هستش در آپشن بار به نام اوتو سلکت، وقتی در وسط پیشفرض غیر فعال هستش. وقتی این گزینه غیر فعال باشه، موقعی که ما کلیک میکنیم در صفحه فتوشاپمون به اون چی میگیم؟ میگه could not use the move tools because not they are the selected. میگه این موفتوزشون کار نمیکنه چون انتخاب نکرده هیچ لایه‌ای رو. خب چیکار کنیم انتخاب کنیم؟ خب این گزینه اوتو سلکت رو ما فعال میکنیم. موقعی که این گزینه فعال باشه چیکار میکنه؟ هر گزینه‌ای که روش کلیک کنیم و درگش کنیم انتخاب میکنه برام، مثلا گزینه آبی درگ به هر کجایی که بخوایم، سبز رو انتخاب میکنه هر جا به جا میکنه و قرمز رو میگیریم و میکشیم پایین. حالا اگه این گزینه اوتو سلکت غیر فعال باشه چه اتفاقی میفته؟ حالا در اول که متوجه شدیم، حالا که ما جابجا کردیم، انتخاب هم کردیم جابجا کردیم، الان غیر فعالش کنیم چی میشه؟ اینجا مهمه که وقتی غیر فعال شده باشه تنها گزینه ای رو انتخاب میکنه که در سر آخرین انتخابمون بوده. آخرین انتخابمون هم چی بوده؟ دایره آبی، دایره قرمز. الان من حتی خارج از دایره قرمز موسم رو ببرم جا به جا بکنم، فقط گزینه دایره قرمز هم رو جا به جا بکنم. چرا؟ چون اوتو سلکت غیر فعاله و فقط گزینه آخرین انتخاب رو جا به جا بکنم. این هم متوجه بشین، حواستون باشه. حالا میخوام بگم آقا من هم به این صورت میخوامش موقتا، بعضی وقتا حالا انتخابی انتخابش اتوماتیک بشه چیکار کنم؟ خب کنترل، وقتی این گزینه غیر فعاله تو میخوای انتخاب کنی و دیگه نمیخوای روی هر چیزی کلیک کرد چه بشه، خب کنترل رو نگه میداری، آبی تو انتخاب میکنی، حالا آبی تو میبری به هر صورتی اوتو سلکت هم غیر فعاله، بسیار جا به جا میکنی. الان دوباره هنوز هم غیر فعاله دیگه، کنترل که نگه میداری میبینی به صورت موقت فعال میشه، سبز هم انتخاب میکنم جا به جا میکنم، چرا حتی غیر فعال هم میشه. با چی؟ با چه کنترلی؟ با چه کلیدی این اوتو سلکت موقتا فعال میشه؟ کلید کنترل. بسیار عالی، متوجه شدیم. این تا اینجا بسیار عالی. با گزینه اوتو سلکت و کلید کنترل هم که به صورت موقت انتخابش میکرد آشنا شدیم که چه کاری میکنه. حالا یه گزینه دیگه در این ابزار در آپشن بار داره به نام شو ترانسفورم کنترل. چیکار میکنه؟ این تیک رو اگه فعال بکنیم انتخابی که شده باشه دستگیره های بزرگ کوچیک کردن اون شیپ یا اون لایه ظاهر میشه. خب اگر روی این دستگیره بریم تو این قسمت نگاه بکنید، من دایره سبز و این دستگیره اینجا شو اگه من حرکت بدم جابجا بکنم درگش بکنم کوچیک بزرگ میکنه برای من این دایره رو. خب حالا میخوایم برگرده به حالت قبل، من اسکیپ رو میزنم که گزینه‌های دیگه که الان غیر فعال هستن کی فعال میشن؟ زمانی که انتخاب ما بیش از دو تا باشه، یعنی ما الان تا الان با اوتو سلکت یه دونه دایره رو انتخاب میکردیم جابجا میکردیم،
انتخاب ما وقتی بیش از دو تا با هم باشه، گزینه های بعدی که گزینه چی هستن؟ ترازبندی هستن، فعال میشن. حالا من دایره سبزم رو انتخاب میکنم، کنترل نگه میدارم، اوتو سلکتم فعال میشه، کلیک میکنم روی دایره سبز و حالا روی دایره قرمزم انتخاب میخوام انتخاب کنم. خب اینجوری که انتخاب نمیکنه با هم، چیکار میکنم؟ کنترل رو که نگه میدارم، اوتو سلکتم انتخاب شد، فعال شد، شیفت رو نگه میدارم هم با همزمان با کنترل، که چی؟ که انتخاب دیگه من چی بشه؟ دو عدد بشه. الان دو تا گزینه رو دایره قرمز و سبز انتخاب کردم، این گزینه ها فعال شد. این گزینه برای چی هستن؟ برای ترازبندی هستن. خب من میخوام این دو تا دایره رو هم تراز با هم مساوی به صورت افقی در بیارم. چیکار میکنم؟ این گزینه خودش به صورت آیکون نشون داده که نگاه کنید خط وسط. کلیک بکنم قشنگ همتراز از وسط با هم. این گزینه چیه؟ همتراز در نقطه وسط با هم، وسط به صورت افقی عمودی. ببینید در هم دیگه رفتن. خب من میتونم دوباره به حالت قبل کنترل زد رو بزنم، برگردم به حالت قبل. اینجا هم آشنا شدیم باهاشون که چی؟ ترازبندی هستن. هر کدومشون که نگاه بکنید متوجه میشید که دو گزینه رو یا چند گزینه رو به چه صورت تراز میکنن. این گزینه‌ای که اینجا الان فعال شده. خب برای اینکه انتخاب یعنی لایه‌مون که با مرتوز انتخاب کردیم غیر فعال یا خونسا بشه، کنترل رو نگه میداریم، بیرون از محوطه کلیک میکنیم که کلا هیچ توی لایه رام که نگاه میکنید هیچ انتخاب چیزی انتخاب نشد. حالا میخوایم در جابجایی یک گزینه‌ای رو بهتون معرفی کنم. به طور مثال من کنترل نگه میدارم، یعنی ابزار مفتوزم انتخاب کردم، کنترلم رو نگه میدارم که اوتو سلکتم اوتوماتیک انتخاب بشه، دایره قرمزم رو انتخاب میکنم. بسیار بید. شما میبینید که حالا کنترل رها میکنم، اوتو سلکتم غیر فعال. میبینید که من دایره قرمزم رو به هر صورتی در هر نقطه‌ای میتونم بگیرم و رها کنم. خب اوتو سلکتم غیر فعاله، خب بازم همون. حالا میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم که در موقعی که شما میخواین چیزی رو جابجا میکنید، خیلی با دقت و اصولی یعنی خطوطی شما شیعتون رو جابجا کنه، شیفت رو نگه دارید. الان ببینید من دایره قرمزم رو، موسم رو هر جوری تکون بدم به صورت زوایای 45 درجه یا خطوط افقی به هر صورتی به صورت هندسی جابجا میکنه. شما موستون به هر صورت تکون بخوره، این شیفت رو که نگه داشتید، هوش فتوشاپ این کار رو براتون انجام میده. تا به اینجا که گفتم مفتوز و شیفت در حین حرکت داره کردن. گزینه بعدی چیه؟ گزینه بعدی در حینی که شما یک شیء رو دایره قرمز مثلا در این جابجا میکنید، موقعی که آلت رو نگه دارید، قبل از اینکه قبل از اینکه چیزی رو جابجا بکنید، یعنی من هیچ کلیکی نکردم به انتخاب شده ولی درگش نمیکنم، قبل از اینکه درگش کنید آلت رو نگه دارید، ببینید که موس تغییر کرد و اگر کلیک کنید روی دایره قرمز و درگ کنید، ببینید یک کپی از اون گرفت برامون. گزینه یعنی کلید آلت و مفتوز این کار رو برامون انجام میده. بسیار عالی، تا همینجا کافی که آموزش دیدیم. من سند رو ببندم. بسیار عالی. خب یه مرور بکنیم، یه مرور کوتاه بکنیم که چی یاد گرفتیم. در ابتدا باز کردن سند بود که به فایل می‌رفتیم و نیو رو می‌زدیم و پنجره نیو. که اینجا بهتون گفتم ابعاد پیکسل 1800 یک سند مثلا برای پست اینستا می‌خوایم بسازیم چیه و به چه ابعاد و به چه پارامترها و به چه تنظیماتیه. که بهتون گفتم نام، داکیومنت تایپ که اینجا بهتون توضیح دادم، وایت کلان ارزشه 1080، کلان هیت هم خب ارتفاعشه 1080 پیکسل که گفتم برای مانیتورهای الکترونیکی و رزولوشن هم 300 تفاوت نمیکنه، ولی خب فعلا هم 300 هم خوبه و کالر مودش هم که گفتم RGB باشه. و در آخر بهتون گفتم میتونیم اوکی رو بزنیم و سند اجرا بکنیم و برای سیو کردن این چیزی که تنظیم کردیم روی سیو و سیو پریزنت میزنیم و با نامش
موقعی که کلیک بکنی و سیو بکنیم این پیش فرض رو، برای ما مثلا من یک چیزی اینجا من سیو میکنم دوباره، حالا یک اسمی بهش میذاریم دوباره این استا که یاد گرفتیم که سیو کردیم و توی داکیومنت تایپ میایم میبینیم بله اون سیو کار سیو شده، یعنی توی اون پیش فرضی که از قبل میخوایم همون ابعادی که میخوایم به صورت سریع برامون بیاره و سند اجرا بکنیم مثل همون پست اینستا برامون سیو کرد. خب این تا اینجا بود. مرحله بعدی چی بود گرفتیم؟ بستن عکس بود که به چند روش بهتون گفتم، یکی تکی تکی بود که گفتیم فایل کلوز بود، کلوز آل بود و کلید های میانبارشون مثل کنترل دبلیو آل کنترل دبلیو که هر کدوم کلید میانبارشون بود. کلوز آل چی کار میکرد؟ کلوز آل هم کلان اکتا رو به صورت دست جمعی با هم میبست و ابزار موف تولز رو بهتون گفتم، توضیح دادم کلید میانبارش که وی بود و اون توی آپشن بار که چه توضیحاتی داره که گفتم آلت سلکت چه کار میکنه، شو ترانسفورم کنترل چه کاری انجام میده و اینها هم که موقعی فعال بشن برای کار ترازبندی هستن. بسیار عالی، خیلی خوشحالم که تا اینجا این کار دنبال کردید، این پست رو فرستید برای کسی که واقعا علاقه به فتوشاپ داره و سیو هم بکنید برای خودتون که لازمتون میشه. توی قسمت بعدی حتما میبینمتون، عاشقتونم، دوستتون دارم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.